خب کاری که می کنید اینجا روی کلیپ کلیک راست و ادیت این ادوبی اودیشن انتخاب می کنید تو پریمیر. اینجا واسه اینه که اولش اگه خواستین فیدین بذارین بتونید، همه رو تیک میزنید به جز رندر آدیو کلیپ افکت، به خاطر اینکه به قول معروف افکت ها رو دیگه منتقل نکنه اونجا بتونه افکت. این هندل هم برای اول قضیه است و آخرش یه مقدار فضای خالی میذاره که صدایی که تولید شده بتونید بیارید تو پروژهتون و میکس کنید. اینجا میتونید مثلا 1 تا 5 یه عددی بذارید. طبیعتاً سلکشن انتایر سیکونس، یعنی همین سکانسی که هستیم، بعد بروز میکنیم یه جایی رو روی مثلا دسکتاپ هم میدم. برحال آداب آودیشن خیلی خوب با پریمیر کار میکنه، اگرچه نفسه ساده یه میشه مستقلن هم استفاده شه، ولی خب الان من خواستم کلیپ هم از توی پریمیر ببرم توی این نرم افزار و صداشو درست کنم و بیارم. اوکی که کنید رندر باید طول بکشه یه کمی، به اندازه پروژهتون البته، گاهی هم طولانی میشه. وقتی تموم شد این شکلی وارد محیط آدوب آودیشن میشین. اینجا خب ترک های صوتی موجودتون رو میذاره خودش اتوماتیک، یه تایملاین داره، ویدیوتون اون بالا میذاره که اتفاقا این پایین به ویدیوتون دسترسی دارید، یعنی اگر بخواید ببینید ویدیوتون رو این پایین میتونید به راحتی ببینید. اینجا یک امکانی هست که ترک رو باز کنید ضمن از اینکه میتونید زوم کنید، ولی اگر با آلت و کنترل اینجا بازی کنید و با زوم که غلطک وسط موستونه به راحتی میتونید عرض رو باز و بسته کنید، ارتفاع رو باز و بسته کنید و خیلی خوب به قول معروف بهتون هندل میکنه، چون ترک های صوتیتون خیلی زیاد خواهد شد. و با Alt و Command یا Control این کار به راحتی انجام میشه. یه ویدیو خلاصه براتون انتخاب کردم، میخوام قسمت پیشرفته Adobe Audition که متصل میشه به پریمیر رو درس بدم، یا مستقلا باز میکنید. همه این کارهایی که میکنم رو میتونید مستقلا توش انجام بدید و نهایتا سیف کنید و فایل صوتیتون رو ببرید تو پریمیر. نیازی نیست که از تو پریمیر وارد این نرم افزار بشید. اینجا با کنترل و آلت و غلطک وسط موس میتونید اینجا رو باز و بسته کنید، یا با زوم اینا میتونید این کارو بکنید. خب یه معرفی خلاصه میخوام داشته باشم روی امکانات این اودیشن که برای کار صوتیه ذاتن توضیح بدم براتون. اینجا خب ترکاتون همونجور که تو پریمیر چیده بودید چیده براتون، هیچ چیز خاصی نداره و ویدیوتون هم بالا، منتها این به قول معروف قسمت اگر مثلا این پنجره رو که اینجا دارید بگیرید بکشید بیارید هر قسمت دیگه ای اونجا قرار میگیره، یعنی همین که میبینید الان رنگش بنفش رنگ شد به خاطر اینه که میخواد اینجا متصلش کنه. اگر خوشتون اومد که خب اینجا میذارید پلی میکنید، اگر نه که میرید ورک اسپیستون رو ریست میکنید و به حالت پیش ورز برمیگردید، مثل همه نرم افزارهای آدوبی. حالا اینجا ما ذاتاً روی این پنجره‌های M داریم، یه S داریم که این S ما از همش مهمتره و سولو ماست، یعنی فقط اون ترک رو پخش میکنه. موزیک کلن کارش اینه که اون ترک رو پخش کنه منتها با لحاظ افکتاش، ولی اس معنیش اینه که فقط اون ترک صوتی که روش هستیم رو پخش کنه تا بتونیم. اس یعنی سولو. خب میشه چند تا سولو رو هم فعال کرد ولی نهایتا آخریش انجام میشه. حالا اینجا یه قسمت گین داریم، کلن
اون ترک صوتی رو، اون لاین رو که الان من روشم و صداش کم و زیاد میکنه، حالا صفر میذارم بمونه. و اینجا چیز خیلی مهمه دیگه این هستش. خب حالا من اینجا میخوام شروع کنم یه سری کارهای عجیب غریب رو انجام دادم. اینجا یک کلیپی داریم که خب یه آقای خانومی رو میزنه و این پایین میتونیم لول رو ببینیم. ببینید این لول خیلی مهمه. هرگز صداتون نباید از صفر بیشتر بشه. وقتی به صفر میرسید واقعا صدا بلنده و اصلا جالب نیست. اینجا دسته بندیش میتونه اینطوری باشه که ما مثلا برای صدای زدن، برای صدای جیغ، برای صدای انفجار اینجا دسته بندی میکنیم و هر چی شما به سمت صفر میرید خب صدا خیلی بلندتر میشه. اینا منفیه دیگه، پس به صفر میرسه بلندتر میشه. و واقعا فکر نکنید که اگه دنبال توجه بیشتری به یک موضوعی در ویدیوتون، اگه صدا رو زیاد کنید توجه بیشتر میشه، برعکس انزجار بیشتر میشه. خب پس انزجار رو باید رو انفجار گذاشت، رو صدای چاقو گذاشت، رو صدای مشت گذاشت، رو صدای کتک و مرگ و اینجور چیزا گذاشت که دقیقا اتفاق بیفته. بلندی صدا لذت بخش نیست، زجدهنده است. برای منفی 6 واقعا دیگه بسه، بیشتر نرید بالا. منفی 3 اومدین دیگه بدونید که اون شنونده منتظر یک چیز خیلی بدیه که تو فیلم اتفاق افتاده باشه. من خودم هیچ وقت از منفی مثلا 12 تا 9 که اصلا بالاتر نمیرم، ولی دیگه چی بشه آدم مثلا بذاره منفی 6 یا منفی 3. به صفر که برسید خیلی بلنده. این لول زمانی که پلی میکنید بهتون نشون میده، به صورت رقص نور ترک رو نشون میده. اگر از صفر بالاتر برید فقط صدا بلند هم نمیشه، یکم هم خشخش میکنه. دلیلش اینه که عملا از توان فرکانسی دستگاه های شما بیشتر شده چیزی که انتظار دارید از دستگاه. اینه که تو همه درسایی که من به دانشجوها میدم در مورد صوت، چه در کول ادیت، چه در پریمیر، چه در اودیشن، چه در افتر، چه در ادیوس، همیشه گفتم که صدا اگر زیاد بشه به خشخش رسید دیگه اون صدا خرابه. خب حالا اینجا همونطور که میبینید ما یک خط افقی سفید رنگ داریم که وقتی که به کاراکتر میرسی که داره حالا مثلا جیغ میزنه، داد میزنه، این نمودارا رو میبینید که عمودیان بلندن. اینجا روی لول میتونید ببینید مقدارشو و همونطور که میبینید چشتون اون پایین باشه میبینید که وقتی من اونو حرکت میدم اینجا لولا حرکت میکنن. خب حالا اگه بخوایم لول رو بیاریم پایین چیکار کنیم؟ اگه بخوایم در یک کلیپ کلن بیاد پایین، این ولوم لول اصطلاحاً که با اون پایین کار میکنه، اگر اینو کلید کنترل رو نگه دارید میتونید کلن بکشید بیارید پایین. ببینید با کنترل جوری میاد پایین. بدون کنترل میخواد براتون کی فریم درست کنه تا کجاها رو بیارید پایین، مثل کاری که در FL استودیو میکنی. اما کنترل رو نگه دارین کلا میتونید بیارینش پایین. از خط وسط که میگذرید در واقع فکر نکنید صدا تغییر خاصی میکنه. اینجا تا اون پایین بیارید به صفر، به هیچی میرسه. و اینجا میتونید کی فریم درست کنید و بگین کجاها بیاد پایین. با مفهومش که آشنایید، هم در بحث های انیمیشن آدیوبی خیلی مرسومه، ادیوس هم داشت. شما میتونید صدا رو خلاصه اینجا کم کنید. دی بی هم یعنی دسیبل که واحد صوته. خب اینجا وقتی که شما مثلا پلی میکنید عملا صدا با دی بی کمتری پخش میشه. میتونید سر و صداها رو کنترل کنید، منتها برای اینکه
نرم این اتفاق بیفته، این شیب ما بین دو تا کی فریم اینجوری یا اینجوری درست میکنیم که گوش یه دفعه متوجه تغییرات زیادی نشه. این شیب دلیلش اینه. و وقتی که پلی کنید اینجا تو پنجره لول تقریبا مثلا بین 12 و 9 میمونید و این مطلوبه. معمولا فیلم هایی که میخواد بره تو سینما خیلی سعی میکنن صداشو بالا پایین کنن که طرف فکر کنه پول بلیتی که داده خیلی هدر نرفته. اینه که مثلا یه صدای صدای اینجوری میزنن، یارو مثلا مش میزنه تو صورت اون، یکی صدای انفجار تانک میاد. این هم که میبینید اینجا میکشم، این فید این و فید آوته، خیلی کمک میکنه که صدا ورود و خروجش نرم باشه. مثلا اینجا به کلیپ بعدی که میخواییم بریم یک فید آوت میذاریم برای کلیپ بالایی و یک فیدین میذاریم برای کلیپ پایینی. کارش اینه، ببینیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید رو پایینی هم همین کار کنیم. تا انتخابش کنید این مربع رو میدید که میتونید به هم نزدیکش کنید. گوش خیلی زود گول میخوره، از چش زودتر گول میخوره. اینه که یه ذره فیدین هم کافیشه، خوب میشه همینجوری. اینا مفاهیم به قول معروف خیلی خیلی جنرالیه که بین تمام نرم افزارهایی که صوت رو مدیریت میکنن مرسومه دیگه، چیز خارق العاده ای نیست تا اینجا. اوکی، اونجا هم یه ذره لولش رو باید بریم پایین. من چون الان صداها قاطی میشه صدا رو بستم، ولی خودتون میدونید که شما میتونید صدا رو خلاصه و اینجا چون نمودارا خیلی نشون میدن شدیده، من ذره کم کردم صدا رو، بستم برای اینکه راحت تر کار کنیم و فقط صدای من باشه. خب اما در مورد یه سیستم دیگه، ببین اینجا دوتا کلیپ داریم، این هم بذارین درست کنم بهتون بگم ماجرا چی. خیلی خب اینجا میریم پایین تر، چشم به لوله، بر اساس لول دارم کار میکنم، میبینم آخرین حد نمودار که یه خط عمودی جا میذاره روی لول کجا وامیست. خب ببینید اینجا فیدین و فید آوت رو دستی درست کردم، یعنی گفتم از اینجا فیدین بشه فید آوت بشه به صورت دستی. اما یه سیستم اتوماتیک هم داره خودش، یعنی خودش تشخیص میده که دو تا کلیپ افتادن رو هم، خودش فیدین و فید آوت رو درست میکنه برامون. حالا بهتون الان یاد میدم، بذارین این هم درست کنم. اینجا رو ببینی، اگر اینجا این کلیپ رو من بکشم بندازم روی اون، یا این قلتک وسطش که قرار میگیره اینجا رو دستم رو بیارم، یه شکلی به من میده که باهاش آشنایی. این شکل یه جهت چپ داره، جهت راست داره. زوم کنیم میبینیم، ببینید این جهت به سمت چپ، این به سمت راست، چپ و اونور به سمت راست. حالا اگر اینو بگیرید بکشید به هر سمتی ببرید، خودش فید این فید اوت اتوماتیک درست میکنه. ببینید تا اینو میکشم میبرم این طرف، خودش فید این فید اوت اتوماتیک رو واسه من در یک اندازه درست کرده که من به هم ترکیب شده این شکلی، برای اینکه صداها تو هم بره. میبینید این سیستم اتوماتیکشه، منتها خب صداها چیز میشه دیگه، قاطی میشه، یعنی رو هم میره. باز یک یعنی با فید این فید اوت دستی که من انجام میدم یه فرقی داره،
این بیشتر برای وقتی استفاده میشه که شما موزیک مشخصی نداری، مثلا صدای خیابونه، خب نویز حساب میشه. اما موزیکتون این کارو بکنید، خب باید اون قسمتی از موزیک باشه که مثلا خواننده نمیخونه، وگرنه گوش میفهمه که دارید چیکار میکنید. اینم میکشیم میاریم اینور. این دقت کنید اینجا ها من خواننده، این کاراکترام تو فیلم صحبت نمیکنن، در نتیجه میکس بیشتر صدای محیطه. خب اینم از این دیگه چیکار کنیم؟ خیلی کارا هنوز میشه کرد. اینجا در این ویدیو اگر براتون بذارم، یک صدای نویز بدی هست. ما دو جور نویز رو میتونیم بکشیم. یکی این که نویز منظور مثلا اون جاهایی که موقع فیلم برداری مثلا یکی عطسه کرد، یا یکی خودکارش افتاده رو زمین، یک صدا اومد. اینجور جاها رو میشه از قسمتایی که این صدا رو ندارن کپی کرد گذاشت اونجا. ولی طبیعتاً اگر افراد در حال صحبتن دیگه نمیشه و باید دوباره فیلم برداری بشه، صدا برداری شه. اما اگر مثلا الان دو نفر تو ماشین نشستن خیلی ساکت، صدای خیابون باید بیاد، ولی مثلا این دفعه موقع فیلم برداری که عدسه کرده میخواییم اون عدسه رو برداریم از روی فیلم، اگر شما اینجا به قول معروف زوم کنید، میتونید اون قسمت عدسه رو ببینید که نمودارش فرق داره، یک کمی شدیده. اینجا اینجا ببینید خط نمودار چقدر عمودی وایساده. چیکار باید کرد؟ اینجا رو باید ببرید با ریزور و نزدیکتر هم ببرید. این تیکه رو کلن دیلیت کنید، بعد برید از یک قسمتی که صدای معمولی داره کپی پیست کنید، بذارید اونجا و حل میشه. در واقع چون ما الان فقط موقع رانندگی اینا صدای خیابون رو داریم، نویز اتوبان اینا رو داریم، اینجوری میشه. و وقتی که این قسمت بزرگتر باشه از تیکه‌ای که شما بریدید و انداختید دور، خودش اتوماتیک فید این فید اوت لبه ها درست میکنه و نویز حله. این روش خیلی منطقیه. پس میاد اینجا مثلا با این به قول معروف تایم اکستند بهش میگن، انقدر انتخاب میکنید، کنترل سی میزنید میره در حافظه، موستون رو میذارید مثلا تو این قسمت خالی، قلتک زمانم بیارید همینجا و کنترل وی و این قرار میگیره. حالا لبه هاشو میتونید بکشین بندازین رو هم دیگه، همون کار رو میکنه. یعنی اینو بکشین بندازین اینجا، اینم بکشین بندازین اینجا، خودش فید این فید آوت درست کرد. متا این برای جاییه که صحبت نمیکنن و فقط صدای نویز خیابونه یا عدسه بوق ماشین یه چیزی وسط چه میخواییم بردارید. ولی برای نویز برداری توی این نرم افزار روش خیلی جالب هست، میخوام بهتون یاد بدم. نویز برداری اینجا خیلی جالب انجام میشه. یه سمپل بر میداره و در طول ویدیوتون اون سمپل رو براتون ببینید. اینجا میخواییم یه تیکه از این سمپل رو برداریم و ازش بخواییم در طول رانندگی این خانوم این مدل نویز رو کلن از بین ببره. چجور نویزی؟ نویزی که مثلا موقع فیلم برداری، موقع رانندگی پیش اومده بوده، یا حداقل کمش کنیم، در واقع نویز ریدکشن کنیم اصطلاحش. در افکت ها یک دو نوع افکت داریم، یک کلیپ یکی ترک. ما ذاتاً از ترک افکت استفاده نمی کنیم، از کلیپ افکت استفاده می کنیم. و اگر انتخابش کنید اینجا در لیست افکت ها، یا اینجا در قسمت پارامتریک اکولایزر
میتونیم یه کار جالب بکنیم. اینجا رو من قبلا توی ادیوس هم درس دادم، البته من الان میخوام صحبت این خانوم رو درست کنم، نویز و کاریش نداریم فعلا با این پارامتری، که من یه دقیقه صدای این خانوم رو درست کنم. ببینید هرچی به سمت راست بریم صدا بمتر میشه، به اونجا خیلی کاری نداریم، خیلی اطلاعات زیادی اونجا ذخیره نشده. اینجا برای اینکه صدای این خانم یه ذره واضح تر بشه، من اینو میگیرم میکشم میارم پایین و این به همین صورت با این شیب باشه گوش کمتر گول میخوره. اینقدر کافیه برای اینکه حاضر عطزم میگیره گوشاتونو بگیرین. خیلی عذر میخوام، میتونید بعد با نویز با روشی که یاد دادم عطسه من از دو ویدیو حذف کنید. اوکی، این بالا پریست هم داره ها، میتونید از پریستش استفاده کنید، ولی کلا وقتی کسی صحبت میکنه میتونید با کیفیت کنید به این روش که گفتم. حالا بریم سراغ نویز. این قسمت رو میخواییم نویزش رو به روش دوم برداریم. اینجا اگر برید در این قسمت، اسم اینجا رو هم میتونیم عوض کنیم. اسم کلیپ هم یادم رفت بگم، اسماشون هم بذارین عوض کنیم. مثلا اسم رو بذارین این، اسم ترک اون اسمی که شما دوست دارید میشه. دیگه بکنم وقتشه که بریم سراغ نویز به روش دوم. اوکی، خب از یه روش نویز این شد که اگر مثلا گفتم خودکاری افتاد عدسه ای شد شما کپی پیست کنید. یه روش دیگه اینه، اینجا یک سیستمی داره که به شما نمودار نشون میده. خیلی این روش معمولیشه که ما استفاده میکنیم، این روش ها هم داره دیگه، سوسول بازی، خیلی مهم نیست. من از روش معمولی استفاده میکنم، اینو میزنم و میام اینجا. ببینید اینجا ما نویزی داریم که از صدای خیابون میاد، چیکار میکنیم؟ اینو انتخاب میکنیم تا اینجا، میریم در لیست افکت ها و اینو نمونه برداری میکنیم با کپچر نویز. کپچر نویز که میکنید این رفت تو حافظه و حالا کافیه که اینو به عنوان نویز ریداکشن بدیمش به کل افکت نویز ریداکشن. خب اگر کنترل آ بزنید همش انتخاب شه، بیایید در نویز ریداکشن، اینجا رو اگر با بالایی کپی برداشتیم حالا با پایینی اینو میزنید، اینجا پلی میکنید. تا پلی کنید اون چیزی که تو حافظه است رو پیاده میکنه و کل نویزتون رو از بین میبره، با همون سنی سمپل اون رو ور میداره و در طول کلیپ ببینید از بین برد، تغییر کرد. حالا مقدارش همیشه وسط بذارید. به نظر من در حالت نویز معمول، یعنی فیلم برداری خوب کردید نویز معمولی دارید، در حالت وسط بذارید و بعد پلی کنید، دوباره براتون یه دور رندر میکنه صدا رو و دیگه تموم. این اگر الان اپلای کنید به کل کلیپتون اپلای میشه. اگر سوالتون اینه این پنجره رو از کجا آوردم، این پنجره نویز رو کلیک راست کردم و در واقع ادیتور زدم، ادیتور نویز رو زدم. اوکی، ببینین این کلیپ کلش الان نگاه کنید خطوط صوت رو ببینید، نویز از داخلش از بین رفته نسبت به قبلی خودش که خیلی خفن نویز داره، اون از بین رفته. اینجا میتونید باز کنترل آ بزنید، چون هنوز اون قسمت کپچر تو حافظه است، فقط کافیه که وارد افکت مربوطه بشید و اپلای کنید، عملا همون دوباره اینجا اعمال میشه.
اینم روش دوم نویز گیری در این نرم افزار هستش که به راحتی میتونید برای تک تک کلیپ ها الان انجام بدید. خب میریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی گذاشتن موزیک هست. خواهیم تو بکگراند موزیک بذاریم یا صداهای افکتی، مثلا مش زده، ضربه. الان دیگه سرچ اکسپلورر ها مثل همین، به راحتی هر کلمه ای بزنید الان دیگه سرچ اکسپلورر ها اینجوریه که هر کلمه ای که بزنید بخشی از صدایی که میخواید بذارید و پیدا میکنه و به راحتی میتونید در واقع اون صدایی که میخواین پیدا کنین تو هارد دیسکتون رو بیارید. اسمش هرچی که باشه، هر کلمه شو که بزنید توی سرچ بروزرتون میاره. خب اوپن کردم، اینجا اومد توی لیست فایل ها و میگیرم یا مستقیم میکشم میندازم اینجا در چک پد. میگه کانورت کنم، میگم بکن، پیغامشم میگم دیگه باز نشه و اوکی میکنم. این فایل صوتی اومد. این واسه یه وقتیه که مثلا یه اتفاق اکشنی رو صفحه میفته، مشتی میزنن، چاقوی میکشن، الان توی این چوب بیسبالو میزنه به دیوار. میخوام چند تا صدا میخوام اضافه کنم. اینجا میتونید دوباره ترک اضافه کنید، کلیک راست اد ترک، ترک استریو. یک ترک دیگه اینجا اضافه شد، اسمش هم میذاریم مثلا این امبینت. اینجا این صدا که صدای مثلا میتونم صدای شب بذارم، صدای شب، صدای جیر جیرک، صدای شبانه، اینا حس میده به محیط. نکم هم فید این میخواد. مقدارش رو کم کنید، لول کلش رو کم کنید، خیلی کم، در حد نویز شبانه. روز یه صدا داره، شب یه صدا داره، نوع نویز روز و شب فرق داره، اونم به خاطر همهمه یه که بیرون خونه است. حالا میریم سراغ اینجا. اینجا میتونید برای که اینو ادامه بدین همینو کپی پیست کنید دیگه، کنترل سی کنترل وی بزنید کلن میاد اون طرف و میتونید فید این فید اوتش کنید که قشنگ رو هم قرار بگیره. اضافهش هم ریزر رو بزنید و دیلیت و روی یکی فید اوت. خب اینجا میتونید پروژه رو مرتب سیف کنید که یه موقع نپره کنترل اس بزنید. یه صدای دیگه میارم اینجا میذارم، صدای جیج جیرک، نظرتون چیه؟ کمش کنیم، مرتب کم کنید پلی کنید، کم کنید پلی کنید. اینم فیدینو فید اوت میخواد. کپی پیست، کات، دیلیت، فید اوت. اینه بالایی. این هم شد امبینت های شما. یک ترک استریو دیگه اینجا ایجاد میکنم، یکی دیگه هم ایجاد میکنیم، اسم اینو میذاریم
ساوند افکت. میخوام دیگه حالا مثلا صدای چاقو، صدای خوردن چوب بیسبال به دیوار، مشت زدن، اینا رو ایجاد کنم براتون. بلدیده، ساده است، توی پریمیر داشتیم. ولی خب دیگه حالا این نرم افزارم یاد بگیرید دیگه، عین باقی نرم افزار هست. اگه خواستید موزیک مثلا اینجا ادیت کنید، هیچ فرقی نداره، ترکر میارید. سرچ کنیم، این نرم افزار رو ساختن برای ادیت فیلم، ادیت صدای فیلم. این نرم افزار رو نساختن برای اینکه شما مثلا موزیک باش هندل کنید، ولی میتونید بکنید. امکانش برای کار موزیک کمه. اینو بیشتر ساختن برای اینکه شما باهاش روی فیلم صدا گذاری کنید. خب زوم کنیم، اون جایی بذاریم که این میخواد بزنه اونو. ببینیم کجاست، اینجا گاز میگیره دستشو. خب حالا منم این صدای گاز مثلا جایی که اون گاز میگیره رو میذارم اینجا، این صدا رو انتخاب. تقریبا اینجا شروع میشه، ببینیم چجوریه. پلی کنی قشنگ معلوم شه. اضافهش هم بزنید دیگه، اضافهش رو نمیخوای. ریزور کنید و دیلیت، سلکت دیلیت. خب پلی کنیم. بله صداشو کم کنیم، کنترل نگه دارید، پلی کنیم. خوبه، میاد اینجا چوب میخوره به دیوار، صدای چوب میخوایم. صدای چوب کجا بود که چوبو میزنه؟ اون صدای خود فیلم خیلی کمکم میکنه تا بفهمم کی شروع میشه. اینجا صداش هم کم میکنه. خوب شد. خب دیگه چی داریم؟ خب و اما این قسمت، ببینید ما میتونیم همون صدا رو هم کپی پیست کنیم، ما لازم نیست دوباره صدا بیاریم. خیلی از این صداها کپی پیستن، اگرچه حوصله داشته باشید صدای جدید بیارید خیلی بهتره. ولی اینجا که این داره این چوب بیسبال رو چپ و راست میکنه، میشه کپی پیست کرد چندین بار و براحتی تکرار میشه. تنظیمش کردیم، لول صداش رو درست کردیم، فقط کپی پیست میکنیم اون جاهایی که میبینیم تو فیلم. اوه دست اینم برید، یه صدای برش میخواییم، سلایس.
همین خوبه، میذاریم اینجا. شاید بگی چرا همه اینا رو توی یک لاین صوتی انجام نمیدی، توی یک ترک موسیقی، رو موسیقی که نمیشه گذاشت، اون جایی که خالی. الان ترک دو من خالیه، برای اینکه بتونم مدیریت کنم. من اگه خواستم کلن فیلممو بدون اینا بشنوم چه جوریه بتونم سولوش کنم و نظم کار کنم. خب خوب شد. اما یه صدای کیک هم میخوای، ضربه لقدی که این خانوم میزنه به این آقا. ببین اوکی. معمولا این صداها یه ته اضافه داره که باید ببرید. حالا خوب شد. اوکی، یه بار اگه بشنویم بد نیست. دارم فکر میکنم و من وقتی فکر میکنم شما باید ساکت بشین. دانشجوهای گل، اینه که ما استادا حرفامونو میزنیم تش یک گل میزنیم، شما از دلتون در میاد. همینه، تا بوده همینه. کار باید دقیق باشه. اینجا اینجا رو میذارم. الان یک موجود نازنین برام چایی آورده. اوکی. یک صدای دیگه اینجا اضافه کردم. خوب شد. خیلی خوب. خب یکم باز کنیم اینجا رو و یک ترک صوتی دیگه اضافه کنیم. میدونم که شوکه شدین. یکی دیگه هم اضافه میکنیم، دو تا ترک صوتی. اسم اینو میذاریم میوزیک. میخوایم موزیک مرتن بذاریم، یه موزیک خفن. زمانی که خانوم موفق میشه که به آقای حمله کنه، میخوایم که یک دفعه موزیک کارش رو شروع کنه. معمولا اینجوریه دیگه، وقتی کاراکتر خوب میتونه بر کاراکتر بد فائق بیاد، موزیک کارش رو شروع میکنه و به شما هیجان میده. بدون صدا فیلم باید بمیره. اما خیلی جالبه که بدونید بدون فیلم صدا میتونه یه بخشی از فیلم رو پر کنه. لزومی نداره همه جا فیلم باشه، مثل موقعی که مثلا طرف تو تاریکی داره راه میره. ها، جریان فیلم رو صدا تنظیم میکنه. دیگه توضیح ندم دیگه، کنترل نگه داشتم، لول صدا رو کم میکنم، پلی میکنم ببینم چی به چیه، سولو میکنم که فقط موزیک رو بشنوم و لول رو حواسم هست که از دیگه منفی 9 به سمت 0 بیشتر نره که صدا دلخراش میشه. دل یا گوش؟ گوش خراش میشه. میتونید یه جایی موسیقی رو قطع کنید و صامت بشه در واقع از داره امبینس موزیش، یه جای دیگه بیاد صدا. اوکی، اینجا اضافهش کردم. به همون روش خودمون میذاریم رو هم، خودش میفهمه و بهش فید این فید اوت میده. اینجا باز خوبه. اینجا ها شاید باید دیگه صدا نداشته باشیم.
اینجا دیگه چاقو رو خورده، یعنی خانم موفق شده بود چاقو بزنه تو پشت آقا. اوکی، حالا دیگه میریم برای اکسپورت. اکسپورت به این روش میاد، از منوی فایل اکسپورت، و قبل از اون یک کنترلی بکنید، اکسپورت مولتی ترک، و میایید توی انتایر سشن. اینجا سری تنظیمات میخواد، از جمله اینکه کجا این فایل رو ذخیره کنه، WAV بگیرید که بالاترین کیفیت رو داره، MP3 نگیرید ها، و یه اسمی برای فایلتون بذارید، ببینید پسوندش WAV هستش، مسیر بدید. اینجا میتونید رو کوالیتی کار کنید که ما بالاترین کوالیتی 96000 داریم، 96000 هرتز، از 44 هرتز بالاتره، بالاترین کیفیت صدای ممکن در تاریخ جهان. و اینجا در پریمیر شما میتونید از این پروژهتون، تجربه بدی نیست، یه دوپلیکیت بگیرید. کافیه رو پروژه بیستید، کلیک راست کنید و دوپلیکیت بزنید. این دوپلیکیت همون پروژه شماست، با این تفاوت که شما اینجا میتونید هر کار خواستید روش دبل کلیک کنید، ببینید یکی این مال خودتونه، یکی هم این دوپلیکیت است. حالا میایید اینجا تمام صداهاشو پاک میکنید. دو روش برای پاک کردن صدا دارید، میتونید ویدیو رو قفل کنید، کنترل آ بزنید، اون وقت هر چی که هست رو صفحه پاک میشه که طبیعتاً صدا رو ما اینجا فقط داریم، دوباره اینو وا کنید، یا هم که دستی صدا رو انتخاب کنید. بعد این صدایی که از ادوب اودیشن کار کردید رو برید کمپلت بذارید زیرش، قشنگ مچه به فایلتون. اینم روش دیگه. بنابراین از ادوبی اودیشن میتونید اتوماتیک خروجی بگیرید واسه هر کاری که دارید و استفاده کنید، هم میتونید که خروجیتون رو ببینید تو پریمیر. برای رفتن به ادوب اودیشن هم همینطور، میتونید مستقلا بازش کنید، باش کار کنید، میتونید هم از توی پریمیر پروژه رو سند کنید به ادوبی اودیشن. این ویدیو رو میذارم روی یوتیوب و آپارات و سایت خودم، مستقلا در آموزش ادوبی اودیشن هم میذارم، شما دارم به دردتون بخورم.